انتخاباتی داره این کار میکنه. خبر دیدار کروبی و خانواده با استقبال رسانه‌های دولتی مواجه شده است. فرارو، جهان، سرات 598، بیباک، مشرق، بولتن و ندای انقلاب. برخی ساده نوشتند دیدار کروبی با خانواده‌اش در جماران. برخی نوشتند عکاسی مخفیانه فرزند کروبی از سلول پدر. و برخی دیگر هم نوشتند کروبی در این چند وقت اصلا پیر نشده. حسین کروبی فرزند ارشد مهدی کروبی عکسی از این دیدار منتشر کرده و سایت سهام نیوز وابسته به او گزارشی از این دیدار داده. این دیدار روز دوشنبه برگزار شده که در ایران به مناسبت تولد امام اول شیعیان روز پدر نامیده می شد. مهدی کروبی برای ملاقات با همسر و فرزندانش به منزل شخصی خود در منطقه جماران برده شد. اما این سیاست واقعا خوب اجرا شده. اینی که داره میشه خوب اجرا میشه. خب ما که داریم باز دولتیش میکنیم به یه صورت دیگه. بازداشت خانگی مهدی و فاطمه کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد 16 ماه پیش آغاز شد. فاطمه کروبی چندی بعد آزاد شد اما حصر خانگی دیگران ادامه دارد. اطلاع چندانی از محل و شرایط نگهداری آنها در دست نیست، اما هر از گاهی به مناسبت‌هایی به دیدار خانواده‌هایشان آورده می‌شوند. آخرین دیدار موسوی و رهنورد با فرزندانشان به قبل از سال نو خورشیدی باز می‌گردد. اگر نظام به شما ملاطفتی می‌کنه و مماشاتی می‌کنه، این رو هم بر ندانستن و نفهمیدن نکنید. با اینکه مقام‌های قضایی چند بار از مجرم بودن موسوی و کروبی گفتند، اما تاکنون روند قضایی درباره این دو چهره مخالف دولت اجرا نشده است. ما بیاد رأی بدیم، همونی که رأی دادیم بیرون میاد یا چیز دیگری بیاد. موسوی و کروبی هرگز نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را نپذیرفتند و از حمایت‌های آیت الله خامنه‌ای از دولت محمود احمدی نژاد انتقاد دارند. در ماه‌های اخیر و با افزایش اختلاف رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری ایران، برخی اصولگرایان که قبلاً حامی دولت احمدی نژاد بودند می‌گویند پیش‌بینی موسوی و کروبی درباره دولت احمدی نژاد درست است. خانواده موسوی و کروبی به نقل از آنها تأکید دارند که در شرایط بازداشت خانگی دسترسیشان به رسانه‌ها محدود است و تمام مدت زیر نظر ماموران امنیتی هستند. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.